درود بر شما همراهان عزیز برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفا کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها با خبر شوید روزنامه والستری جورنال گزارش داد که اروپایی ها برای با هدف طولانی تر کردن دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی طرح سمهوری ارائه دادند طبق این طرح رژیم ایران باید سانترفیوش های پیشرفته خود را انبار و مهرموم کند و زیر ساخت های الکترونیک برای استفاده از این سانترفیوش ها را برچیند و علاوه بر آن ظرفیت تولید سانترفیوش های جدید را نیز از بین ببرد. دیوید آلبرایت رئیس موسسه علم و امنیت بین المللی واشنگتن می گوید ایران می تواند یک ابزار آزمایشی را در عرض نه ماه به مرحله انفجار برساند و در یک سال یک سلاح هسته‌ای اولیه بسازد. دی ماه 1396 مقامات سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ادعا کردند راکتور عراق با سیمان پر و قلب راکتور خارج شد. این ادعا را بازرسان آژانس و جان کرینیز نیز تایید کردند. یک سال بعد علی اکبر صالحی افشا کرد که لوله های مشابه را با سیمان پر کردند. مشتبه نوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همان فردی است که در اردیبهشت سال 1397 برجام و پرچم آمریکا را در صحن علنی مجلس اسلامی به آتش کشید ولی اکنون میگوید دولت ابراهیم رئیسی برجام را رها نمی کند. ادعای جدید پدرزن رئیس جمهور علم الهدا گفته هر زمان مردم با اراده خود جریانی به وجود آوردند که سیاست مقابل رهبری را در پیش گرفت تنگی معیشت و سقوط اقتصادی به بار آمد. هر زمان مدیریت نظام زیر پوشش رهبری قرار گرفت و اوامر و پیشنهاد او در جامعه اجرا شد، مشکلات مردم حل شد. خوزستان بی آب، شبکه خبر مست گورهای دست جمعی کانادا. در حالی که مردم سیستان و بلوچستان درگیر کرونا هندی و مردم خوزستان درگیر بیابی هستند، آنتن زنده شبکه خبر ابتدای صبح در حال پرداختن به مسئله کشف گورهای دست جمعی در کانادا است. آن هم جنایتی که بیش از 120 سال پیش رخ داده و ربطی به حکومت امروز کانادا ندارد. اگر گروه های دست جمعی برای این آقایون مهم است سری به خاوران ها بزنند که در سالهای شست آخوندها با کمپرسی اجساد هزاران جوان بیگناه را به آنجا منتقل کرده و رویشان خاک ریختند کشورهایی که مدعی حقوق بشرند و از حقوق بشر میخوان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده بکنند و این در حالی هست که اساس و تأسیس این کشورها بر اساس زدیت با حقوق بشر بوده خب کشف, کشف این گورهای های دست جمعی نشاندهنده این مسئله است در سال 1867 کشور کانادا به ظاهر مستقل میشه این که میگم به ظاهر مستقل میشه اه... منتظر تورمی باشید که تا کنون آن را تجربه نکرده اید مسعود خانساری نایب رئیس اتاق ایران و فعال اقتصادی در مطلبی هشدارآمیز نوشته است طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش دو برابر شده اگرچه طی ماهای گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده اما دریق با این روند در ماهای آینده دولت با تورمی روبرو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک گفت شیر خشک نوزادان ایرانی به کشورهای همسایه قاچاق می شود. هانی تحویل رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک گفت قیمت دستوری پایین موجب تبدیل شدن شیر خشک نوزاد به کالای مقرون به صرف برای قاچاق به کشورهای همسایه شده است به نحوی که قاچاق به کشورهای افغانستان و عراق سهم تأثیرگذاری از شیر خشک نوزادان ایرانی را میبلعد مسئله مهم ایران سرگردانی است نه سگگردانی محمد فاضلی جامعه شناس گفت سگردانی را نمیدانم ولی سرگردانی حتما مسئله مهم ایران امروز است سرگردانی در مرز ارمنستان سرگردانی بین ماندن یا رفتن از ایران سرگردانی در الگوی توسعه سرگردانی در راهبرد توسعه سرگردانی در سیاست خارجی و اجتماعی و غیره به درمان سرگردانی فکر کنید خامنه ای گفت وقتی در مقابل دشمن عقب نشینی کردید، دشمن میگوید فقهی شدن استقوه و نهادها برخلاف آزادی و لیبرالیزم است. چرا شورای نگهبان قوانین مخالف شهر را رد می کند؟ مخالف اصلی دشمن با سیرت فقهی جمهوری اسلامی است. اجرای زوری فقه بر ساخته اعراب پیش از اسلام و اقتباس شده از تورات نتایج منفی خود را آشکار کرده است. حتی اگر پیامدهای مثبت داشت، حکومت حق نداشت آن را به زور به مردم تحمیل کند. دشمن خواسته بنابراین تحلیلی که اونا دارن تزریق میکنند در اذهان نخبگان و افکار عمومی ملت اگر جمهوری اسلامی و ملت ایران میخواهد از شر آمریکا راحت بشود باید از محتوای جمهوری اسلامی دست بردارد از اسلام دست بردارد از مفاهیم اسلامی دست در برد از امنیت سدسازی های ویرانگر بدون مطالعات کارشناسی و زیست محیطی برای درآمدزایی مافیای قرارگاه خاتم و آستان قدس نگفته نماند که بخش بزرگی از مشکلات بیابی در کشور و به ویژه در خوزستان مرهون تلاش بیوقفی رفسنجانی گربه گر شده و مافیای سدسازی تحت امر او بوده و در همه دوران قرارگاه خاتم و آستان قدس بزرگترین کارتل های آب کشور بودند. آخوند چه میفهمد مطالعات کارشناسی و زیست محیطی چیست؟ نماینده شادگان در مجلس گفت رئیس دولت و جهانگیری باید به مجلس بیایند و در مورد خوزستان توضیح دهند. پنج میلیون نخل در شادگان در حال نابودی است. آقایان سران قوا بنشینید و اوضاع خوزستان را حل کنید. ما توقع این بود که جناب آقای که در سفرشون به خوزستان شکل آب شوربه خوزستان را حل بکنن و آب کشاورزی را سامان بدن امروز حداقل اولین جلسه اش تغییر دستور پلن لو رفته اتاقهای فکر دولت اسلامی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حقایق تلخی را برای نظام روشن ساخت که ماحصل آن چار اندیشی اتاقهای فکر حفظ نظام بوده است بر اساس برآوردهای اتاقهای فکر اگر حرم نارضایتی جامعه را بر چهار سطح به ترتیب از قاعده تا رأس چهار تا یک در نظر بگیریم سطح نارضایتی مردم در زمان قبل از انتخابات بین سه تا دو بوده است اتاق فکر تصمیم میگیرد در زمان باقی ماند از دولت کنونی نارضایتی به اوج سطح دو نزدیک و وارد سطح یک که خشم عمومی است نشود یکی از راهکارها هدف قرار دادن نیازهای اساسی جامعه مثل آب و برق است به فاصله یک هفته از شروع به کار دولت جدید این شرایط سامان خواهد یافت و مردم شاهد معجزه فوری و انقلابی دولت سیزدهم خواهند بود و نارضایتی ها مجدد به سطح قبلی باز خواهند گشت. معجزه بعدی واکسیناسیون گسترده و انقلابی مردم خواهد بود که فعلا حکومت با پیشنهاد اتاقهای فکر آن را به گروگان گرفته است. بدترین ترتیب مجددا نارضایتی ها به سمت سطح 3 هدایت می گردد. پرسش این است که خاصیت این که از نارضایتی ها از سطح 3 به سطح دو برود و مجدد به سطح 3 برگردد چیست؟ اولین هدف از این کار انحراف نوک پیکان خشم مردم از رأس نظام به دولت و مقصر جلوه دادن دولت هاست. دومین هدف جلب اعتماد نسبی مردم به دولت جدید و انقلابی و مجاب شدن مردم به اعطای فرصت جهت رفع سایر مشکلات است. هدف سوم اینکه که توده های مردم هر چند به شرایطی باز خواهند گشت که چند ماه قبل در آن شرایط بودند اما همین بازگشت از سطح بالای نارضایتی به سطح پایین تر برای ایشان حسه رضایت نسبی فراهم نموده و حداقل تا مدتی با انگیزه عدم بازگشت به شرایط غیرقابل تحمل قبلی دست از اعتراضات خواهند کشید به قول معروف به مرگ گرفتن افراد برای رضایت دادن به تب پس نگران نباشید در دولت جدید خیلی از مشکلات خود ساخته به شکل فوری و انقلابی مرتفع خواهد شد کافی است یک ماه دیگر تحمل کنید البته تجربه های تلخی حاکی ها از آن است که اتاقهای فکر گاهن در سنجش سطح نارضایتی فعلی جامعه دچار محاسبات غلط می شود. لطفاً با لایک کردن ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. سپاس.